سلام به همگی، امروز به شما نقاشی هایی را نشان می دهم که توسط نقاشانی کشیده شده که حالات چهره و وضعیت های مختلف افراد را بیان می کنند. به نام هنرمند و سال تولد و فوت او که در کنار هر تصویر نوشته شده است مراجعه کنید. معلوم نیست چه کسی این اثر را کشیده است، اما این یک تصویر از جان دوم پادشاه فرانسه است که در حدود سال 1360 کشیده شده است. وقتی که چهره ها برای اولین بار در تاریخ کشیده می شدند، بیشتر شبیه چهره شاه بودند، مثل این یکی. در نگاه اول او یک فرد معمولی به نظر می رسد. به هر حال بالای عکس نوشته شده جان پادشاه فرانسه. حالا بیایید که یک حالت متفاوت از نقاشی چهره ببینیم که احساسات متفاوتی را به بیننده منتقل می کند. این شخص چارلز اول پادشاه انگلستان است که توسط آنتونی وان دایک کشیده شده است. به نظر می رسد که این تصویر به چهره واقعی پادشاه بسیار نزدیک است و در سه حالت مختلف بیان شده است. آنها شبیه سه قلوها هستند. این پورتری است که توسط یک نقاش ایتالیایی به نام رافائل کشیده شده است. رنگهایش کسل کننده هستند، اما می توانیم احساس عمیق خوبی را در نقاشی ببینیم. شخصی که در تصویر می‌بینیم فردی ملایم و باوقار به نظر می‌رسد. حتی می‌توانم با او احساس صمیمیت کنم. این چهره‌ای است که توسط توماس ایکینز کشیده شده است. فردی که در نقاشی می‌بینید دوست و شاگرد اوست. برعکس آثار قبلی، این شخص سرش را روی دستش تکیه داده است و به جایی نگاه می کند. با توجه به وضعیت و حالت چهره اش ممکن است احساس افسردگی کند. به نظر شما او به چه چیزی فکر می کند؟ این اثر بسیار معروف است. این تصویر مونالیزا اثر لئوناردو داوینچی است. آیا حالت چهره او در مقایسه با نقاشی های دیگر تا حدی احساس متفاوتی را در انسان بیدار نمی کند؟ حالت چهره اش بسیار ملایم به نظر می آید. شاید به این دلیل باشد که گوشه لب و سایه روی چشمانش به اندازه کافی واضح نیستند و ابرو هم ندارد. دلیل آن هنوز معلوم نشده است و به همین دلیل لبخندش به نظرم مرموزتر می آید. آیا به نظر شما هم لبخند او مرموز و عرفانی است؟ این چهره از ژان آگوست دومینیک ایکینز است. در کل می توانم آبی فانتزی را در تصویر ببینم. وضعیت بدن فرد در نقاشی پر از اعتماد به نفس است و من می توانم در لبخندش ظرافت را احساس کنم و آن لباس ابریشمی درخشان آبی به طرز خیره کننده زیباست. چین های لباس و اکسسوری ها بسیار دقیق رسم شدند به طوری که واقعی به نظر می رسند. آیا از دیدن این چهره ها لذت بردین؟ در آلبوم عکس عکس بامزه از شوهرم پیدا کردم. فکر کردم پس زمینه عکس و همچنین وضعیت و حالت چهره اش زیبا به نظر می رسد. از شما می خواهم درباره کسی فکر کنید که می خواهید نقاشیش را بکشید. می توانم نگاهی به آلبوم بیاندازم. شما هم با یک عکس جدید بیایید تا شروع کنیم. من طرح تمام شده ام را آوردم. بنابراین من فوراً رنگ می کنم
من قصد دارم همه جزئیات را با مداد رنگی رنگ کنم و غیر از پس زمینم.
رنگامیزی را با مداد رنگی تمام کردم. حالا پس زمینه را با استفاده از آب رنگ نقاشی می کنم. با مداد رنگی به آن ضربه آخر را می زنم. از آنجایی که واقعاً قابل مشاهده نیست، با استفاده از نشانگرها آن را تیره تر کشیدم. بسیار خوب، تمام شد. شما همچنین باید چیزی جالب در وضعیت و حالت چهره فردی که می‌خواهید بکشید پیدا کنید. خوب، به امید دیدار.